خدمت سرکار خانم مبینا نصیری، مجری جوان و تمامند تلویزیون هستید. خیلی خوش آمدید خانم نصیری به خفه رسانه آقای ونی. متشکرم از شما. سلام میکنم به مخاطبان خوب آقای ایرانیان و خدمتون هستم. خانم نصیری، حالا برای شروع من میخوام صحبت بکنم. شما جزن دسته مجریانی هستین که چه بخواین چه نخواین کم حاشیه دورتون نبوده. میخواین در این خود صحبت کنین که این حالا حاشیه یه مقدار بعضی موقع دلچسب شاید بشه دیگه، شاید کمک بکنه به دیده شدن بهتر یک فرد، و اما در کنارش هم آسیب هایی هم شاید بزنه. شما کدوم یکی از این دو مورد بیشتر براتون مورد پسند بوده؟ اون دیده شدنه براتون پسند بوده یا نه واقعا هم خودتون دوست نداشتین و آسیب خوردین از این حواشی؟ واقعیتش اینه که من خیلی آسیب دیدم، مخصوصا اون اتفاقی که رسانه‌ای شد که شبکه یک بود و همون اتفاق معروفی که همتون میدونین خیلی آسیب زد به من. یه 4 سال تقریبا طول کشیده تا من الان مثلا دارم شبکه یک برنامه زنده اجرا میکنم. البته خیلی ها معتقدم مثل شما که خب نه، تو هر جا رفتی یه اتفاقی توی برنامه افتاده، دکور شکسته، حتی لباس پوشیدن تو توی که برنامه برج آزادی نه لباس کاشیکاری بود که آره برج آزادی من نفیس روشن بود، طراحی برج آزادی بود لباسش، آره کاشیکاری بود که خیلی سر و صدا کرد. خب اون لباس ها رو من خودم رفتم دنبالش برای اینکه میخواستم واقعا یک سبک جدیدی از پوشش رو ترویج بدم. یه اتفاقای ناخواسته افتاد توی برنامه، مثل شکستن دکور، مثل سوتی که دخترای حمید استیلی توی برنامه من ایجاد کردن که حالا هیچ کدومش من مقصر نبودم، و اون اتفاق هم که باعث شد واقعا 2 سال ممنوع کار بشم و به عقب پرت بشم، آره آسیب به هم زد. خیلی مثل شما معتقدن که خب ندیده شدی عوضش، ولی به نظر من آسیبش بیشتر از منافعش. الان شما تو رادیو هم هستین که مشغول فعالیت هست؟ بله، با رادیو به صورت رسمی و روتین نه، ولی جسته گریخته یک فعالیت هایی در رادیو دارم، همکاری دارم. خب من از رادیو وارد تلویزیون شدم دیگه، هنوز هم یه موقعی دوستان اگه کاری باشه تماس میگیرن و ما هم با افتخار انجام بدیم. به نظرتون اگر این اتفاق نمی افتاد الان مبینا نصیری چه جایگاهی داشت در اصل اجرا؟ شاید مجریه که زن تلویزیون بود. تو اون سالها که اجازه فعالیت نداشتین، لفظ ممنوع کار من خیلی دوست ندارم کار برم، اجازه فعالیت نداشتین، چیکار میکردین؟ سخت بود براتون دیگه؟ یعنی با چه فعالیت خودتون سرگرم میکردین؟ ببین من آره تلویزیون نبودم، البته 6 ماه بعدش موندم سال تحویل شبکه 1 اجرا کردم، بعد دوباره از یه سال بعدش شروع کردم به کار کردن، ولی خب جسته گریخته بود دیگه بازم. اما باورتون نمیشه انقدر خدا به من همیشه لطف داشته و محبت داشته. من یه اعتقادی دارم واقعا روزی رو خدا میرسونه و حال خوب رو هم خدا میرسونه. توی اون 2 سال من کل ایران رو گشتم، با یک مجموعه قرارداد بستم که سالی 50 تا همایش در ایران من برای اینا اجرا کنم. اصلا انقدر شلوغ بودم، همش این شهر اون شهر، کل ایران رو گشتم، جنوب شمال غرب شرق کرمانشاه کردستان من هرمزگان اهواز خراسان مشهد شمال کشور، خیلی اتفاقا سرم شلوغ بود. علاوه بر این من معمولا حوصله‌ام سر نمیره به خاطر اینکه خیلی فعالیت های جانبی دارم توی هم به لحاظ حرفه‌ای هم به لحاظ شخصی. من خیلی رادیوهای لوکال برگزار میکنم، توی اون 2 سال همچنان این کار رو انجام میدادم. خب من یکی از مجریایی هم که شما صدام خیلی شنیدید توی رادیو تلویزیون، به خاطر اینکه تیزر میخونم، تیزرهای تبلیغاتی یا مثلا فیلم های مستند فیلم های صنعتی و اینها رو میخونم که در اصطلاح بهش میگن نریشن. خدا شکر که از این نظر خیلی پرکار بودم توی اون 2 سال. بعد موسیقی، خب پیانو به صورت حرفه‌ای نه، داریم تلمز میکنیم یاد میگیریم شاگردی میکنیم،
چرا دوست دارم، ولی خب آقا نمیشه که شما مثلا حرفه‌ای چند تا کارو انجام بدی، یه کار باید حرفه‌ای انجام بدی بقیه تو حاشیه باشه دیگه. خلاصه این شکلی سرگرم بودیم و مطالعه خیلی زیاد. نمیدونم چرا شما، من میبینم من فکر می‌کنم جزء اون دسته مجرم هستی که شاید به زودی تو عرصه بازیگری هم ببینیم تو. چرا اینو میگی؟ نمیدونی؟ خیلی اینو میگن. یه موقعی به من بعضی از تهیه‌کننده تلویزیون میگن که ببین اصلا تو بیشتر به شبیه بازیگرا یا انگار بیشتر به بازیگری میاد حتی چهره، ولی من خودم چنین تصوری ندارم. به نظرم بازیگرای ما، پرسیدم پیشنهاد خوب باشه بازی میکنین، به نظرم بازیگرای ما تا خیلی همشون توانمندتر از من، خیلی خوش چهره تر از من هستن. من تا الان به خودم اجازه ندادم وارد حرفه بازیگری بشم، هرچند که پیشنهادهای خوبی هم داشتم تا نقش یک، ولی خب هم خانواده‌ام علاقه نداشتن هم خودم. اصلا واقعیتش فکر می‌کنم بازیگر خیلی کار سختیه، این اجازه رو به خودم ندادم. شاید یه روز این کار رو انجام بدم ولی فعلا نه، بهش فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم بازیگرشی مشکلی پیش نمیاد چون زنده نیست دیگه که سوتی‌های لحظه‌ای براتون پیش بیاد دیگه. یعنی من سوتی بدم؟ نه نه، شما نه سوتی، نه سوتی برنامه عوض کردم. مشکلی که پیش نمیاد، خیلی از مجرای ما خب دارن کار بازیگری هم جسته گریخته انجام میدن، ولی من دلم نمیخواد که مثلا مردم بالاخره متوجه نشن من مجریم، بازیگرم، مدلم، نمیدونم دارم تو مد فعالیت میکنم، نویسنده هم، موزیسیانم، چیکار دارم میکنم. تو یک شاخه آدم برجسته بشه خیلی بهتر از اینکه تو چند تا شاخه جسته گریخته کار خوب کنی. با اون آخرین سوال، حالا شاید این روش کلیشه‌ای باشه، من دوستم نظر شما بدم در مورد برخی هم موجیان. رضا رشیدپور، من اینو در جمع‌های خصوصی که مردم ازن سوال میکنن اینو گفتم، حالا برای اولین بار جلوی دوربین میگم، از نظر من رضا رشیدپور بهترین مجری تلویزیون. علی مرادی. کی؟ علی مرادی. آها، علی مرادی یک همکار خوب. احسان علی خانی. احسان علی خانی خیلی آدم باهوش و کار بلدیه به نظر من. مبینا نصیری. مبینای نصیری که کوچیک همه مردم. و آزاده نامداری. الان درباره آزاده نامداری من یه چیزی بگم، یه بار یه جای چیزی گفتم تیتر شد، گفتم من درباره شغل آزاده نامداری نظر میدم، شخصیت آدم و قضاوتش کار من نیست، کار هیچ کس دیگه هم نیست. من اجرای آزاده نامداری رو به شدت میپسندم اجراش رو. نظرتون بهترین مجری زن ایران الان کیه؟ بهترین مجری زن ایران خیلی سوال سختیه به نظرم. یا شما اجرای کدوم یکی از مجری زن ایران رو میپسندید؟ اجرای کدوم رو میپسندم؟ خب بازم سوال سختی. آخه من اجرای آزاده نامداری رو خیلی دوست داشتم. خیلی ممنونم وقتی که در اختیار قرار دادین، امیدوارم که در تمام مراحل موفق باشید. متشکرم از شما و متشکرم از مخاطبان خوب آوای ایرانیان که ما رو تحمل میکنید و میبینید دیگه، خیلی دوستتون دارم. ممنونم. ممنون.